صبح زیبای افغانستان، شام امریکا بخیر. خدا کنه از گزند روزگار در امان خداوند باشین. خوش آمدین به چهارمین برنامه که به سلسله برنامه سیومی که شخصیت سازی بود بحث میکنه. عزیز و گرامی، آنهایی که داخل افغانستان است و یا هم خارج از وطن هستند، خوش آمدید میگم به برنامه امروزی. بیاین آغازگر برنامه امروزی را، بحثی که ما قبلا هفته قبل داشتیم، شخصیت سازی، و حال هم کوشش میکنیم باقی مانده از او را بحث بکنیم. خب سوال بر انسان پیدا میشه در لابلای شخصیت سازی که کدام دلایل باعث خوشنودی شخصیت ما میشه، چون خوشنودی خودش زمینه ساز شخصیت سازی است. کدام دلایل بهتر از برش که ما شخصیت خود را خوشنود و بهتر بسازیم؟ خب اولینی که خودمختاری باعث خوشنودی شخصیت میشه. خودمختاری چی است؟ در هر آن جایی که ما کار میکنیم، در جایی که ما زندگی میکنیم، هر قدر خوشنود پس ما صله رحم ما بیشتر میشه، ما راحت میتونیم با تمام دوستای خود رفتار نیک و حسنه داشته باشیم. پس انسانی که جگرخون باشه زیاد خوبی ها با دیگران کرده نمیتونه، اما هر قدر که خوش بود او راحت تر بحث کرده میتونه برای دوستا، بهترین رفتار و خود انتخاب میکنه. پس چقدر خوب است که ما خوشنود باشیم. خوشنودی یکی از دلایل بسیار خوب است برای ساختن شخصیت. ببین وقتی که ما در غضب و قهر باشیم، هیچ وقت با اطرافیان خود معمولا روی نیک نمی کنیم. روی ما ضعیفتر می باشه. روی ما انقدر خوب نمی باشه. اما وقتی که ما خوش می باشیم، معمولا به اطرافیان خود همین خوشی را انتقال می دیم. پس اطرافیان خود را که ما خوش ساختیم، معلوم دار که شخص از. پس کوشش بکنیم که خوشی ها را لبخند در زندگی همیشه داشته باشیم. این باعث بالا رفتن شخصیت ما میشه. خوش بودن یکی از حرف های بسیار مثبت هست. پس بیاین دوستا خوش باشیم و شخصیت خود را مثبت و مثبت‌تر بسازیم. حرف دوم، شایستگی در وظیفه باعث خوشنودی شخصیت ما میشه. ببینیم که اکثریت مردم به خاطر از روزی حلال پیدا بکنن در مکانهای متفاوت و مختلف مصروف کار هستن، یا مدیر هست، یا مامور هست، یا آمر هست، یا وزیر هست، و یا هم رئیس جمهور هستن. هر کدام در بست مشخص وظیفه اجرا میکنه، علمیت و فعالیت های مغزی خود را به کار میاندازه تا که برای مردم خدمت بکنه و در مقابلش پول به دست بیاره. پس ببینید دوستای عزیز، وقتی که ما میخواهیم که شخصیت ما در مکانی که ما وظیفه داریم بالاتر بره و بهتر باشه، خوب است که ما از خود شایستگی نشان بدیم. کسایی که در وظیفه خود همیشه شایستگی را از خود نشان میده و ای که از او مؤسسش، از او صاحب کارش، از او مردم یا مراجعینش خوش باشه، معمولا او را با شخصیت نیک یاد میکنه. هر آن کارمند و ماموری که کار خود را با صداقت، با فرموله های بسیار خوب ذهنی پیش میبره، او هم در امو محل کارش با شخصیت ذکر میشه و هم پیش مراجعین خود و مردم خود. پس یک دلیل دیگه ساختن خوشنود ساختن شخصیت یا بهتر شدن شخصیت امی هست که ما شایستگی و فعالیت خوب در کار و وظیفه خود داشته باشیم. هم تقدیر میشیم،
هم باعث پیشرفت ما میشه و از همه مهمتر شخصیت ما بسیار خوب و عالی معرفی میشه. بیاین دوستا این تجربه بکنیم و بهترین باشه. شخصیت سازی یک رکن مهم برای هر انسان است. خدا کنه او طفل باشه، خدا کنه او جوان باشه، خدا کنه او پیر باشه. پس در هر سن و سال انسان به شخصیت و معرفت خود در جامعه نیاز داره. پس چقدر خوب میشه که ما در محل کار از خود شایستگی نشان بدیم. هم خیر ما به دیگران میرسه و هم ما با شخصیت جلوه میشیم. حرف خوب است. پس انسانایی که همیشه در جهان نام گرفته میشه و هیچ وقت از ذهن ما پاک نمیشه، حتی در کتاب ها نامایشان است، کسان هستند که از خود شایستگی نشان دادن. انسانای فعال هستند. فعال بودن انسان در زمان تشخیص میشه که از خود یک نوآوری و یک فعالیت بسیار خوب داشته باشه. بهترین شخصیت ها اونهای هستند کاری که هیچ کس نکرده و اونا کرده و بار اول و خیرش به مردم رسانده. کار بد هم میشه که اولین مخترعش ما باشیم، اما نه، کار مثبت، کار خوب که ما در او شخصیت ما زیر سوال نه بلکه مثبت تراشیده شود. پس بهتر است که مطلع ساختن شخصیت خود در کار و وظیفه از خود شایسته بده. حرف سوم، به خاطر خوشنود ساختن شخصیت، ارتباط خوب با دیگران هست. وقتی که دوستای خوب داشتیم، روابط نیک با اطرافیانت داشتیم، معمولا تو را زیادتر مردم دوست می داشته باشه. وقتی که من خطاب میکنم که خود دوستم هستی، پس معلوم دار شما هم این خطاب به من حتما میکنید که شما هم دوستم هستین. دوست بودن یک طرفه نیست، نه؟ دو طرفه است. وقتی که من شما رو خطاب میکنم بهترین دوست هستین، پس اینجا من هم دوست شما شدم. شما هم این گپ در مقابل من میگید که بهترین دوستم هست. پس چقدر خوب است که ما روابط خوب با اطرافیان خود داشته باشیم و همیشه خیر ما به اطرافیان خود برسه. معلوم دار شخصیت ما خوشنود است. معلوم دار که ما بهترین شخص در جامعه مطرح میشیم. پس چقدر خوب است که ما بتانیم شخصیت خوب باشیم و خیر ما به اطرافیان ما برسه. یعنی در قدم سوم، به خاطر خوشنود ساختن شخصیت، حرف بهتر همی است که ما روابط نیک و حسنه با اطرافیان خود داشته باشیم. حرف چهارم، به خاطر خوشنود ساختن شخصیت ما چی هست؟ باور داشتن به هر آن کسی که برای خود باور نداره، او هیچ وقت کار را کرده نمیتونه. ما در شک و بدون آمادگی و بدون باور داشتن بالای خود هیچ کار را به درستی انجام دادن نمیتونیم. ما زمانی یک کار را بهتر و خوبتر انجام دادن میتونیم که ما از خود راضی باشیم و همچنان بالای خود باور داشته باشیم که این کار من بسیار راحت میتونم انجام بدم. پس چقدر خوب میشه دوستای هموطن که ما کار بکنیم که اول باور داشتن و بالای خود ثابت بکنیم، بعد از اون کار انجام بدیم. در اون زمانی که ما بالای خود باور داشتیم، بسیار قویه برای انجام کار خود داشته باشیم. پس چقدر کلمه خوب است که ما بالای خود باور داشته، کار نیک را شروع کرده و با کامیابی به اتمام برسانیم. اما اگر بالای خود باور نداشتیم، پس معلوم دار که ما آمادگی 100% برای انجام کار خود نداریم و نمیگیریم، چون باور نداریم، در شک هستیم.
کی کرای من میتونم یا نمیتونم. اگر گفتم که میتونم خب معلوم دار من باور دارم، و اگر در شک بودم کو کار دل من میشه انجام بدم، اما باور کاملم ندارم، پس من هیچ وقت برای از او 100% آمادگی نمیگیرم. هر قدر آمادگی نگرفتن برای یک کار بیشتر باشه، یعنی هر قدر شک و شبهه در انجام یک کار بیشتر باشه، او کار همقدر نادرست انجام میشه. هر قدر بالای یک کار باور زیاد داشته، عقیده زیاد داشته، پس باور داشتن نقطه بسیار مثبت هست در ساختن شخصیت و خوشنود ساختنش. حرف پنجمه که در ساختن شخصیت و بالخصوص در خوشنود ساختن شخصیت مهم است، این است که پیشرفت در زندگی باعث خوشنودی شخصیت. اگر ما در خانه آرام نشستیم، یا دکان دارم یا یک کار دیگه است که از او برام یک مقدار پول میه و دمو راضی هستم و هیچ فعالیتی از خود نشان نمیتم، پس معلوم دار من خسته شدم میرم. امروز با اطفالم بازی کردم، فردا یک چکر رفتم، روز سوم بیکار هستم دیگه در خانه، پس من ضعیف شدم میرم. زیر فشار و زیر استرس محیطی که در یک جا قرار گرفتیم قرار میگیرم. پس اگر من فعالیت های جدید معمولا دستاوردها را برای ما میاره، هر قدر که من فعالیت انجام دادم دستاوردهای من بیشتر میشه. هر دستاورد که به دست میارم پس من هم خوشنود شده میرم و در جامعه هم شخصیت من مطرح شده میره. فلانی اینی فعالیت انجام داد، این خیرش به یک دو نفر دیگه هم رسید. پس چقدر بهتر است که ما از خود فعالیت نشان بدیم و کوشش بکنیم که فعالیت های ما روز به روز همه روزه پیش رفته بره. ای که همه روزه فعالیت ما بیشتر میشه، معلوم دار که دستاورد ما هم بیشتر میشه. دستاورد که زیاد شد، ما که هر روز یک چیز جدید به دست آوردم، پس ما در جامعه بهترین شخصیت هستم. ما در جامعه مطرح شدم میرم، وقتی که مطرح شدم معلوم دار تاثیر مثبت بالای شخصیت ما داره. پس چقدر بهتر است که ما فعالیت از خود نشان بدیم. هر آن کسی که از خود فعالیت نشان نمیده او فعال نیست و نه برای شخصیت خود چیزی را ساخته. پس انسان شخصیتش خوشنود شده میره که همه روزه یک دستاورد داشته باشه، همه روزه یک فعالیت را انجام بده. پس اینجاست که بالای شخصیتش تاثیر مثبت میکنه و شخصیت از او همه روزه پیش میره و نتیجه خوب میگیره. خب دوستای عزیز، حرف ششم که بخاطر خوشنود ساختن شخصیت ما تأثیر گذار هست کدام نقطه است؟ دیده که باعث خوشنود شدن شخصیت میشه. هر انسان خوبی هم داره، بدی هم داره، بلخصوص در زبان خود. وقتی که ما زبان خود را به حرکت میاریم و از زبان خود میخواییم فعالیت بکنیم که همان گفتار هست، سخنرانی هست، حرف زدن با دیگران هست، وظیفه دادن به دیگران هست، کار کردن هست در یک محیط که با همکارا معمولا سردوچار هستیم و میخواییم ابرایشان صحبتهای داشته باشیم و اکثریت کارهایی که مثل استادی و اینا هستن یا نطاقی معمولا با گفتار صورت میگیره. اینجا زبان بعضی اوقات حرف را ترکیب میکنه، حرف را صدایش را میکشه که برای جانب مقابل خوشایند نیست. اگر ما حرفهای خود را قبل از اینکه به زبان در بیاریم در مغز خود بالای از او فکر بکنیم، اینی حرف را که ما به جانب مقابل
و هر خو شخصیت از او زیر سوال نمیره؟ آیا او خو از این حرف مخفه نمیشه؟ آیا این حرف خو بر از او تلخ نیست و خستهش نمیسازه؟ وقتی که بالای حرفای خود ما فکر کردیم، بعد از او را از زبان کشیدیم، اینجاست که ما تحلیل کرده یک حرف زدیم و برای جانب مقابل خسته کن و یا هم بد نمی باشه و از حرف ما دیگران نمی رنجه. اما حرف را که به زبان میاریم بدون تحلیل، بدون از این که سر از او ما فوکس ذهنی بکنیم و مستقیم را سن از شکنبه گفته و کشیده بکشیم، چون در او از ما یک دوست ما خفه میشه، آزرده میشه و یا هم بالاش تاثیر منفی میگذاره. بعدش وقت شخصیت ما را مثبت نشان نمیده. شخصیت ما را، علمیت ما را، اما اخلاق ما را زیر سوال میبره. پس هموطنا، مهم حرف همی است که وقت که صحبت میکنیم اول تحلیل کرده بعد از زبان بکشیم. این بسیار نتیجه مثبت و خوب می داشته باشه. پس خواهش نمی از بخاطر خوشنود ساختن شخصیت، بخاطر بهتر ساختن شخصیت، پس لازم چی است که ما کوشش بکنیم حرف را از زبان در نیاریم که او بالای دیگران تاثیر منفی بگذاره. و مهمتر از همه، جانب مقابل شخصیت ما را منفی و ضعیف فکر نکنه. حرف هفتم، به خاطر خوشنود ساختن شخصیت، سلامتی و صحت وجودی خود ما هست. هر قدر ما خود را صحتمند نگه داشتیم، توجه به صحت ما داشتیم، پس ما ظاهرا یک شخص بسیار منظم و با ترتیب هستیم. نه شکم برآمدگی، نه هم قواره بدرنگ، نه هم کثیف. پس معلوم دار کسی که به صحت خود متوجه هست، در قدم اول نظافت خود را مراعات میکنه. پس چی بهتر است که ما با شخصیت ظاهر مطرح در جامعه قدم بگذاریم و در جامعه بره. ظاهر انسان 30% شخصیت انسان را تعیین میکنه. اگر امروز من گد و در مقابل شما، در مقابل کامرا می نشستم، شما ساعت صحبت میکردم، معلوم دار در ذهن شما حرف میگشت که استاد چقدر قدر غیر منظم آمده، حداقل یک 5 دقیقه خودم مقابل آینه منظم میکرد باز مقابل کامرا میشیشت، یا هم به سر وضعیت خود می رسید باز می شیشت. پس ببینید 30% شخصیت ما مرتبط و ارتباط مستقیم داره با ظاهر ما. پس ظاهر ما هر چقدر منظم و با نظافت باشه، معلوم دار صحت خود را ما نگه داشتیم. صحت باعث خوشنودی شخصیت می شه. من زمانی که مریض باشم بسیار به سختی میتونم به زبان خود حرفای خوب را، حرفای باسلمندی را و در لبای خود لبخند داشته باشم. اما اگر صحتمند باشم هر لحظه میتونم راحت صحبت بکنم، هر حرف خود را توجه بکنم، چون مغزم زیر فشار نیست. مریض بودم این تمام مراحل خوب سخنرانی را و یا در مقابل کس صحبت کردن آدم نمی داشته باشه. پس صحتمندی مهمترین رکن به خاطر خوشنود ساختن شخصیت ما است. حرف آخر در این مورد، مقاومت در برابر تغییرات زندگی. بعضی اوقات بخوایم نخوایم در زندگی ما تغییرات ایجاد میشه. زندگی ما بدون تغییرات نیست. طفل بودیم، جوان میشیم. جوان که شدیم، از پنتون فارغ میشیم، از حالت درس خواندن به حالت
کار عملی که امان و کار کردن است میریم. یک تغییرات عمده است. محصل بودن و شاگرد بودن یک قانون داره. کار مجرد بودن یک حالت زندگی است. زمانی که جوان میشه ازدواج میکنی دیگه حالت زندگی است. بی اولاد بودن یک حالت زندگی، صاحب اولاد میشی دیگه حالت زندگی است. سنن پخته میشی، اولادت از طفولیت میره به جوانی. اولاددار بودن که اولاد ما طفل باشه یک حالت شخصیتی با ما میخواه، اما وقتی که جوان میشه قسم ما باید رفتار بکنیم که حالت ما رو باید تغییر بدیم چون اولادای ما جوان شده. زمانی که اولادا جوان میشن مجرد هستن یک حالت شخصیتی ضرورت داره ما در مقابلش، و وقتی که متعل میشه صاحب خانم و فرزند میشه که امان نواسای ماست و ما پیر میشیم او حالت دیگه است. پس ببینین بخوای نخوای در زندگی تغییرات ایجاد شدنی است. در زندگی تغییرات حتمی است. پس ما وقتی که میخواییم تغییره هر لحظه تجربه کرده بریم آمادگی میخواییم. بدون آمادگی صورت نمیگیره. ما اگر امروز در مقابل شما امو شخصیتی که در نوجوانی داشتم یا در طفولیت داشتم با امو اولاد زایم میشدم، چقدر زیر انتقاد شما قرار میگیره؟ چقدر بالای من انتقاد میکرده؟ چرا؟ بخاطر که با حالت تغییرات ما آماده شخصیتی نبودم. شخصیت در یک زمان، حالت در دیگه زمان، یا بودن در دیگه زمان. پس دوستا تغییرات که نظر به سن و سال، نظر به حالت مدنی شما در زندگی تغییرات ایجاد میشه، باید شخصیت رنگ از او بسازی. امون که میگه همرنگ جامعه باش تا که قابل قبول همه باشی. چون در جامعه خودت سنت کلان شده، شخصیت تا هم بزرگ باید بسازی، حوصله مندی تا هم باید بیشتر بسازی. پس چقدر بهتر است که ما کوشش بکنیم تغییراتی که در زندگی پیدا میشه مقاومت بکنیم. مقاومت به این معنا نیست که همو حالت قبلی خود را حفظ بکنیم، یعنی کوشش بکنیم زحمت بکشیم تا که حالت شخصیتی خود را هم نظر به حالتهای سینی مدنی ما هم تغییر بدیم، و یا محیطی. محیط هم زیاد تاثیر گذار است. بعضی اوقات محیط تاثیر مستقیم بالای شخصیت ما. همرنگ نبودن با جامعه. بعضی اوقات دوستا میگن از لحاظ روانشناسی که هر آن کار خاص بکن. نه، بعضی اوقات در بعض مسائل بسیار مهم لازم است که ما همرنگ جامعه باشیم. اگر نبودیم زندگی بالای ما سخت میشه، بر ما مشکلات ایجاد میشه. پس از این خاطر که ما خود را از مشکلات نجات بتیم و زندگی را راحت تر پیش بریم، لازم از بعض تغییرات جامعه را قبول بکنیم و خود را همرنگ جامعه بسازیم. خب دوستا، بحث دیگه که بسیار مهم است در شخصیت، خب دوستا قبل از این که من سر بحث دیگه برم یک چیز اشاره میکنم. در سکرین شماره که شما میبینین اون شماره واتساپ ما هست. تلفن در مقابل من است، در لابلای صحبت های من راحت میتونین از طریق واتساپ در اون شماره برای من زنگ بزنین. هر آن سوالی که داشتین از بیادرتون پرسان کرده، تا حد و توان کوشش میکنم که جواب براتون بدم. صرف گفتار لازم نیست، من باید بتانم که بعض مشکلات شما را هم که در زندگیتان هست از طریق تماس جوابتون. زنگ شما میزنین مستقیم صدایتان را تمام برندای عزیز میشنوه، و من هم دوباره از طریق برنامه میتونم بر شما جوابتون. من منتظر تماسای کسایی هستم که در مورد شخصیت سازی با مشکلاتی که دارن و یا هم نظرات نیکی که دارن میتونن با ما بدون سوال کردن در این مورد بحث ما امروز که شخصیت سازی است زنگ بزنن و سوالای خود را و یا هم نظر خود را برای ما شریک بسازن. تشکر باز. خب
نکاتی که یکی مورد بسیار مهم که در شخصیت بر ما مطرح است، هویت ما است. هویت تاثیر مستقیم بالای شخصیت ما دارد. بعض اوقات ببینید، شاید دوستا شما میره تجربه کرده باشین، یک کس تا زمانی که هویت خود را نگفتن و خود را درستر معرفی نکرده، او را به یک دید دیگه میبینید، یا به ظاهر از او قضاوت میکنین، و یا هم بدون از اینکه شناخت داشته باشین، نظر به ذهنی که شما دارین، او را یک چیز دیگه خطاب میکنین. اما وقتی که هویت خود را بر شما مطرح میسازه و خود را معرفی میکنه، ذهنیت شما در مورد شخصیت از او تغییر میخوره و شما با یک مفکوره متفاوت و با یک احترام خاص بعد از او که از او رفتار میکنه، چون هویت از او را پیدا کرده که چقدر مهم بوده، چقدر عالی بوده، چقدر بهتر بوده. اما تا زمانی که هویت خود را نگفته، شما با یک دید متفاوت همراه از او رفتار میکنید. پس چی بهتر از هموطنان عزیز که ما با یک دید متفاوت که بدون از این که شناخت داشته باشیم برای از اون مطرح، خوبتر است که ما هویت را بشناسیم. هویت چقدر تأثیر گذار است در شخصی؟ خب، حرف اول، هویت زندگی را تشکیل میده. اما که در نکاح کردن با همسرتان نامتان ذکر میشه و حتی گفته میشه که پدر و مادرش به این نام دیگه فرزند ندارن، پس ببینین که حتی در تغییرات حالت مدنی شما هویت شما مطرح است. شناخت هویت زندگی هست. هر آن کسی که هویت مشخص و مناسب داشت، او زندگی بهتر داد. حتی پیشتر گفتم در حالت مدنی شما هویت شما تاثیر گذار است. قدم دوم، رفتار از هویت شما سرچشمه میگیرد. هویت یک کس افغانی هست، میبینید یک کشور به صورت گرفته که افغان ها بسیار مهمان نواز است. وقتی که خانه تان یک خارجی یا یک دوست خارجی تان میایه، یا در یک رستوران گوره مهمان میخوایی بسازی و یا در یک جای دیگه روبرو میشی و وقت داری که امروز از او صحبت بکنی و یا ضرورت است که امروزش یک ساعت، نیم ساعت یا 20 دقیقه صحبت بکنی، زمانی که برش میگی من هستم، چون قبلا هویت تو از مهمانداری خوب معرفی شده در جامعه، او شخص یک احترام خاص در مقابل پیدا و حتی کوش میکنه مهمانت بسازه، چون نقطه را پیدا میکنه که این مردم بسیار مهمان نواز است. بیاین من مهمانش بسازم، بیا که من هم بتانم برش نشان بتم که ما مردم افریقا، کانادا، هر جایی که هست، او هم انسان دیگه ای که امرای دوست شده و امرای نشسته، وقتی که او دید که خودت ما از لحاظ مهمان نوازی یک شخصیت هستی، او هم برات مهمانی میده، چون خوب او هم میخواه همین نقطه مثبت که مردم افغانستان دارن و هم داشته باشه. و چقدر حرف خوب است نه؟ که ما خود را هم بهتر برشان معرفی کرده بود. پس هموطنان عزیز، حرف مهم در تعیین هویت اینمی است که ما با هویت خود میتونیم معرفت خوب در مقابل مردم و غیره داشته باشیم. هویت شناخت زندگی است. هویت معرفت انسان است. هویت شخصیت انسان است. حرف دیگه، توانایی شما به اندازه هویت شما هست. اینو باید قبول بود. ما مردم افغانستان از لحاظ سیاسی قدرت زیاد نداریم. وقتی که با یک مرد یا یک شخصی که از یک کشور دیگه است روبرو میشیم، وقتی که خود را معرفی میکنیم، از لحاظ سیاسی بر ما به چشم کم میبینه. چرا؟ چون ما را شناخته که مردم افغانستان
از لحاظ سیاسی ضعیف هستند. شاید بعضی هموطنان این حرف مرد بکنن، و حقیقتی است که امروز از بدبختی های ضعف بودن سیاسی ما در مشکلات هست. پس ببینین، ما زمانی که مطرح میکنیم حرف ایره که هویت ما شناخت ما هست، امی هویت باز تاثیر منفی در جامعه ما داره، چون هویت را درست نشناخته بازی تبدیل شده به قوم پرستی. از هویت اگر سوء استفاده کردیم او تبدیل میشه به چی؟ به بدی. قوم پرستی یک حرف بسیار نامناسب. ما که در هر کشور جهان میریم به نام کابلی و لوگری و بدخشی و تخاری و قنداری نمیشناس، به نام یک کلمه افغان میشناسه. هویت ما کشور ما هست، نه ولایت ما، نه محل زیست و یا محل تولد ما. ما افغانا از بس که غرق این موضوعات شدیم، باور بکنین زمان که با یک کس روبرو میشیم با افغان خود ما، نمیپرسیم که علمیت چقدر است، میخواییم هویت چه وقت پیدا بکنیم، نمیگیم شخصیت تو چقدر زیبا هست. سوالی که مطرح میکنیم از کدام ولایت هستیم؟ خب ما ولایت از او را چی بکنم؟ ولایت ما به ولایت از او برای ما چی ارزش میده؟ آیا انسانای خوب کلش در یک ولایت است؟ آیا انسانای نیک همش در یک ولایت میباشه که ما ولایت پرسان میکنیم که پیدا بکنیم یه آدم خوب است یا بد است؟ در هر خانه هم انسان زندگی میکنه هم حیوان. میشه ما بگویم در خانه که آدم شدیدیم که ولی سگ از این خوبیش هست؟ نه، هر کس ارزش خود را داره، از لحاظ شخصیت، از لحاظ علمیت، از لحاظ انسانیت و از لحاظ شرافت. اما متاسفانه ما افغانا ببینیم اولین سوال ما از کدام ولایت هستی؟ خب اما از تخار. بدیش چی و خوبیش چی؟ آیا خوبی از علمیت هست؟ یا که ولایت هست؟ پس ما متاسفانه در مسائل گرفتار هست شناختیم از اون خاطر نادرست است بهش استفاده میکنیم. بیاین این مرض بد از خود دور بکنیم. ما 40 سال است که بدبختی را تجربه میکنیم از خاطر هویت نادرست ما است. اگر هویت خود را درست بشناسیم، ما هیچ وقت به این بدبختی دو سر دوچار نمیشیم. خب دوستان، سیاسی نمیشیم بحث ما دیگه. هم هر آنچه که در فکر داریم امو هویت ماست. کلمه بسیار مناسب است دوست. هر آن چیزی که در فکر ما هست امو هویت ماست. حرف خوب زدی، شخصیت ظاهری تا ساختی، علمیت تا نشان دادی، فعالیت های ذهنی و فیزیکی تا انجام دادی، پس خودت شدی شخصیت خوب. اگر گفتارت بد بود و یا ظاهرت نامنظم بود، کارت با هم فرق داشت، میگی خوب میکنی بد، دو چهره ای هستی، یک چهره نظری و یک چهره عملی. چهره نظری یک قسم، چهره عملی دیگه قسم. اینجا هویت ما نامناسب است، هویت ما قابل قبول جامعه نیست. ما از لحاظ شخصیتی ضعف داریم، او را باید اصلاح بسازیم. پس ببینین هموطن، امی هویت است که ما را میشناسن مردم، امی هویت است که ما را معرفی میکنه به مردم. پس هموطن عزیز، دوست عزیز، هم کشور عزیز، بیاین که خود را با نام افغانستان بهترین معرفی کنیم. افغان هایی که بعض نوجوان های ما که خارج از افغانستان هستن، در ایران، در پاکستان، در امریکا، در اروپا، حتی در افریقا، بعضشان اعمال را انجام میده که به نام تمام افغانستان ختم میشه. اگر او کارش بهتر است،
نام تمام افغانستان، هویت افغانستان هم روش مثبت جلوه میشه. و اگر اعمالش منفی هست، نام تمام افغان ها با سرزمین ما که افغانستان هست کتش نام بد میشه. همون گونه که ما در کوچه و بازار هر فرد ما نمایندگی از فامیل ما میکنه، همی قسم هر فردی کشور خارج از کشور نمایندگی از کشور میکنه. عمل خوبت همه را بهتر نشان میده، عمل خدا نخواسته بدت همه گیره بد نشان میده. پس چیزی که در ذهن ماست امو هویت ماست، چیزی که اعمال ماست امو هویت ماست. آیا کسی حاضر است که هویت بد داشته باشه؟ آیا کسی حاضر است که هویت از او را در جامعه مردم به نام بد یاد بکنه؟ هیچ کس حاضر نیست. پس مفکوری تا درست بساز. این بالاخانه که جور شد همه چیز درست است. پس مهم است اگر میخوای هویتت بهتر باشه، شخصیتت عالی باشه، پس ذهنیت خود را خوبتر بساز. هر آن چیزی که در ذهن داری عمو از هویتت، دیگه هیچ چیز نیست. چیزی که از ذهنت پایین میه، چیزی که وجودت وادار به عمل کرد میسازه، اونمو هویتت است. پس بفهم که هویت ذهنت است. ذهن خوب ساز، هویت خودش خوب است. هر فکر دیگه که در هویت و شخصیت سازی مهم است، تصمیم گیری قاطع و درست است. هر آن کسی که تصمیم درست نگرفته، همون گونه که شخصیت از او و رفتار از او پیش از جانب مقابل منفی جلوه داده شده توسط عمل نادرستش و تصمیم نادرستش، هویتش هم زیر سوال است. امروز بزرگای سیاستمدار چرا دو تابعیت هم میگه؟ اونو وزیر رئی کلمه مردم استفاده میکنه که تصمیم های نادرست گرفت، به جایی که فایدهش به مردم برسه نقصش به مردم برسه. اما او وزیری که یا او آمره یا صاحب کاری که تصمیم درست گرفته، او را کلگی اگر دو تابعیت هم باشه میگه نه، ای افغانم است، ای از خودم است، چون بهترین عمل را انجام داد، ای از من هست. پس ببینید چقدر تاثیر بالای هویت ما. تصمیمی که درست بود هویت تا مردم می قبولانه و تو را ارزش میده. اما اگر عملت و تصمیمت نادرست بود، حتی باور بکنین بالای هویت تاثیر، میگی از من نیست، یا از جامعه من نیست، شاید باشی از امو جامعه، از هویتت مردم میگذره. چی اگر روز بدبخت باشه و چقدر حرف بد است که هویت مرا مردم بگوید که ای از اینجا نیست، ای از من نیست، دور باشه خود. اما کوشش بکنیم اعمال خود را قسم بسازیم، تصمیم خود را قسم بسازیم که هویت ما قابل قبول دیگرها باشه و هویت ما را قبول بکنن. پس تصمیم درست بگیر تا که هویتت قابل قبول و تمام هموطنان باشه. بزرگترین طراح هویت ما خود ما هستیم. این حرف زیاد نمی سازم. سر زیاد سر این مورد بحث کردیم. پس به همین کلمه که آخر گفتم، هویت ما طراح و پلانگذارش دیگه هیچ کس نیست، خود ما هستیم. با همین کلمه ای بحث را بسته میکنم، سر بحث دیگه میرم که اگر میخوایی بهترین شخصیت از طراح خوب باش، برنامه ریزی خوب و عالی در زندگی داشته باش، شخصیت خود را بهتر عالی تر بساز تا که هویتت، تا که شناختت،
نه که مردم از خودت بگذره. وقتی که در بحث‌های سیاسی دوستا می‌بینین از سیاستمدارای افغانستان که اکثریت مردم افغانستان خفه هست و هویت از او را ای کاش می یکی از افغانستان نمی بود، چی است که طراحی خوب را برای خود نداشته، مفکوره خوب را برای خود نداشته. اگر مفکوره خود را، اعمال خود را بهتر بسازه، هویت از او افتخار افغانستان میشه، او را مردم دوست می داشته باشه. باور بکو بسیار افسوس است، بسیار افسوس است. میبینین هویت از یا چقدر ضعیف است. امو گونه که حیوانات در باغ وحش در جال بسته کرده و او حیوان میخواه از یک جا به جای دیگه انتقال بده، همه مردم دور میسازه که بالای کسی حمله نکنه، انسان را از بین نبره. اما این سیاستمدارا که در سرکای افغانستان میگذرن، سرکار را بسته میکنن، به کرامت انسانیشان احترام مثل اما حیوان درنده باقی وش واره، هم انسانان را باید دور بسازن تا که یالی جناب بگذن که به کس دان نندازن، که کس را اذیت نکنه. ای هویت از یاس، آیا ای هویت به یک انسان لازم است؟ من نمیگم، شما بگوید. مثل یک حیوانه، مثل یک حیوانه که انسانان از پیش دور نشه، که باید انسانهای عادی را دور بکنه، پیاده را و دور بکنه، موتر را باید دور بکنه، دکاندار را بکنه، که یک درنده میگذره. شرم به ای هویه، شرم به ای هویه. ما خوشبخت هستم، آزاد در کوچه و بازار میگردم و آزاد زندگی میکنم. اینی حسویت نه که او حتی موشیشای موتر خود فیلم میگیره که چهرهش کس نشناسه. او بلیاز خدا، خداوند وجود زن را قسم گفته که باید وجودش پد باشه. اما متاسفانه بعضی اوقات بکنه تصمیمای نادرستی که گرفته میشه که روش پد باشه. خب بیاییم از اون میگذاریم، در اسلام نه، روی زن لچ باشه. چرا؟ چون خداوند یک نوری در دست خلق نکرده، در پای خلق نکرده، در چهره ما خلق کرد. از اون خاطر خداوند جواز داده، در موی خلق نکرده، مقبولی را در چهره ما، در قاب روی ما. اما یا آنقدر بی‌هویت شدن هم روی خودم پت میکنه. بیاییم با ای گونه هویت نداشته باشه. ای هویت نیست، ای توهین به خود است. او شاید در داخل موتر بسیار خوش باشه که ما والا میگذرم کل سرکا به خاطر ما باز است. نه، آنقدر رویت تو ضعیف است که برای شیشای موترت فیلم سیاه گرفتی تا گروی تکس نبینه. نعمت که از خدا برای داده از او میترسی. از دوستا زیاد بحث نمی کنیم، درد دل زیاد. این هویت آزاد با افتخار داشته باشیم، نه که هویت که همیشه ما را مردم توهین بکنه و از ترس روی خود را پد بکنیم. او هویت نیست. هر وقت به اون نقطه رسیدی خود را به مرمی بزن. آنقدر که بد شدی که از چهره نشان دادنت به دیگرا شرمیدی، خود را به مرمی بزن. اما اعمال کو، کار کو، مفکوری داشته باش که چهره تا به افتخار به مردم نشان بده. ببینین ما سلبریتی های داریم که چهره شناسا از کلی دوستش داره،
بزرگ افتخار در جامعه وقتی که ببره از معتر تا میشه با این قول بده او کچ می عکس میگیره سلفی میگیره اونو از شخصیت اونو از هویت چقدر لذت بخش است نه بازو هم خود پت میکنه اما از محب از بس حتی خود بازو هم متشست یاداره اما او باید باز او ریپوت کردن افتخار است افتخار که آنقدر چریت خوشایند باشه برای مردم آنقدر هویت لذت بخش باشه به مردم که خودت رای پیندقر از دست محبت مردم در نیم ساعت سپری کنی و خود را پت بکنی او پت کردن لذت داره اما ای پت کردن ذلت داره خب بحث دیگه ای که هموطنان عزیز قابل یاداوری از در شناخت شخصیت و یا شخصیت سازی خب کدام اعمال اجتماعی باعث بهتر شدن شخصیت ما میشه کدام اعمال را ما در جامعه انجام بدیم تا که شخصیت ما در جامعه بهتر مطرح تمایل به بهتر شدن هر آن کسی که این شوق را و این تمایل را دارد که من بهترین باشم من انسان خوب باشم من انسان باشم که بودن من در جامعه لذت بخش هم به خودم هم به اطرافیانم باشه پس ببینین تمایل داشتن و بهتر شدن انسان را وادار به کارهای نیک می من میخوام در جامعه در کوچه میرم هر کس که تماس اونکی کنه سلام آقا جان سلام آقا جان سلام آقا جان پس من در کوچه که میبرایم منظم تر میبرم وقتی که منظم تر برامدم پس اونمو سلامه که و شناخته که و عزته که خواهش دارم از دیگران پس برم میشه اگر من غیر منظم با گفتار بد با له و لعب در جامعه خود برایم پس او هدفی که دارم که من بهتر شوم در جامعه وجود نداره پس چقدر عالی است چقدر لذت بخش است که من اگر میخوام در جامعه بهتر شوم وضعیت مزلاز جامعوی بهتر شود چی است؟ که من با بهتر شدن فکر می‌کنم. هر آن کسی که با بهتر شدن فکر میکنه معلوم دار برای بهتر شدن قدم میوردار قدم برداشت اعمال خود به خود میکنش حرف دوم تعهد به وعده هاست در جامعه مبراهیم و در اجتماع زندگی میکنیم با مردمایی که با ما کار دارن روبرو میشیم هر قدر میخوای شخصیتت بهتر شوه بیشتر ما گفتیم در عنوان قبلی که روابط با دوستا در جامعه بهتر بساز هر قدر روابط در جامعه با دوستای بیشتر شد دوستای زیادتر تقاضاها از خودت میداشته باشه پس خود به خود وعده ها در میان میای چون چقدر شخصیت بهتر باشد توقع و آرزوهای مردم از خودت بیشتر میشه و آرزو و توقع بیشتر شد چی میشه؟ وعده ها به میان میاد چون هر کس از خودت یک چیز خواسته و در مقابلش وعده گذاشت اگر میخوایی شخصیتت در جامعه بهتر شود پس هم وعده هایی کردی او را آن تایم سر زمان و در جایش انجام بده وعده خلافی نکن در جامعه نقص بزرگی که به شخصیت ما میرسه وعده خلافی است اما انسانهایی که به وعده خود استاد بودن و وعده خلافی نکردن در جامعه شخصیتش مثبت بود مثبت‌تر میشه پس بهتر است وعده خلاف نباشه
حرف سوم مسئولیت در قبال جامعه داشته باشه. هر آن شخصی که میخواد شخصیت خوب در جامعه داشته باشه در مقابل جامعه خود مسئولیت احساس بکنه. شاروالی نوشته کرده یک متن را، شهر ما خانه ما. اما باز ما که به اعمال خود در جامعه میبینیم از لحاظ نظافت که مربوط شاروالی میشه، باز میگیم شهر ما دل ما. هر آن کاری که دل ما خواست میکنیم. خب اگر ما کثافات در دستم باشه و او را بدون از اینکه در باطلدانی یا در کثافت‌دانی بیاندازم، چون کثافت‌دانی ها کسایی که در افغانستان هستن و یا خارج کشور که در افغانستان بودن، بر شما معلومات هست کثافت‌دانی ها که افغانستان هست معمولا در دانه هر کوچه لب سرک گذاشتگی است، کثافت بزرگ بزرگ را باز دموتر شاروالی چی میکنه؟ انتقال میده. خب وقتی که من کثافات را بردم و به جایی که در باطلدانی پرتم، طرف به پولیش انداختم، چون یک دو قدم دور از خود خسته نساختم. او کسایی در سرک تیر میشه، شخصیت من چی فکر میکنه؟ من شخصیت من خوب فکر میکنه؟ هرگز، هرگز. شخصیت من بد فکر میکنه. پس هر آن کسی که در مقابل جامعه خود مسئولیت پذیرفت و جامعه خود را خانه خود فکر کرد، با همون اضافت که در خانه است همون نظافت را در جامعه مد نظر گرفت، شخصیت از او در جامعه بهتر است. اما هر آن کسی که در مقابل جامعه خود مثل خانه خود فکر نکرد، شخصیت از او در جامعه منفی 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 است. پس چی بهتر است که ما در جامعه خود مسئولیت احساس بکنیم و جامعه خود را بهتر بسازیم. در اونجاست که معلمدار بالای شخصیت ما در جامعه تاثیر مستقیم میگذار. خب دوستا، دیگه هم سخت کوشی است. هر قدر ما در جامعه زحمت کشیدیم، شخصیت ما مطرح است. زحمت کشی در جامعه چی است؟ زیادتر این بحث و این حرف من تباد با کاری ما میشه، با فعالیت هایی میشه که ما در وظیفه او را انجام میدیم. هر آن شخصی که در وظیفه خیر زیادترش و فعالیت بیشترش به مشتریایش میرسه، با همو اشخاص میرسه که همراهش سر و کار داره، او سخت کوش است در جامعه و هر کارمندی از او، هر مشتری از او یا هر شخصی که امروش سر و کار داره وقت که به خانه برمیگرده میگه امروز یک شخص بسیار خوب، یک شخصیت بسیار عالی کار من انجام داد. پس نکته بسیار مهم شد که هر آن کسی که در جامعه سخت کوش است، زحمت بیشتر میکشه، شخصیت اجتماعیش بالاتر و بالاتر هست و میرود. پس تاثیر مستقیم بالای شخصیت ما در جامعه میگذارد. دیگه هم افتخار به پیروزی ها است. افتخار هیچ وقت در خانه به وجود نمیاد، افتخار در جامعه به وجود. شاید بعض دوستای گپ من رد بکنه. هر آن کسی که در خانه فعالیت انجام داد تا که او حرف فامیل قبول کرده، پدر قبول کرده، بچه‌م کار خوب کرد، مادر قبول کرده، خواهر قبول کرده، برادر قبول کرده، اما وقتی که افراد دیگه که از جامعه همه که همون خودیای ما هست و هم دوستای ما هست یا هم همسایه ما هست، تا که بر از او یادآوری نکنیم از فعالیت بچه ما، پس افتخار نشد. نه، ما زمان به افتخار میکنیم بالا یک کار و افتخار یاد میکنیم که ما یک کار نیک اعضای فامیل خود را با دوستای خود چی کنیم یا پس در خانه نشد، در جامعه شد. پس افتخارات در جامعه هست. راشد آرمان، یک کرکتر افغانستان، با رقیب‌های سیاسی ما هم وقتی که بازی میکنه، رقیب سیاسی ما هم از او شخصیتش مثبت میتراشه.
و خوبی های از اون یاد میکنه، چون افتخار به وجود آورده و هر افتخارش فلمش هستم باش که همراه هموطنان خود معرفی کرده. پس هر آن کسی که افتخار خود با او را با مردم شریک می سازه و مردم از فعالیت ها و پشتکار از او با خبر می شه، معلوم دار شخصیت از او مثبت می شه. پس برای ساختن شخصیت چقدر حرف مهم بود. حرف آخری در این عنوان زحمت در مقابل مشکلات یا مقاومت در مقابل مشکلات دیگران. از خود خود معلوم دار کسی که میخواد شخصیتش و زندگیش راحت باشه، زحمات و مشکلات که در زندگی خودش به وجود میآید در مقابل از او زحمت بکشه، استقامت بکنه. اما اگر میخواهی در جامعه شخصیتت بهتر شوه، همراه دیگرا وقتی که مشکلات بالای سرشان میآید همکاری داشته باش، زحمت بکش در حل مشکلات دیگرا. ما وقتی که دوستای خود را امتحان میکنیم، در روز سخت امتحان میکنیم و از دوستایی که بالایش باور داریم در روزهای سخت زندگی ما از او کمک میخواییم. او دوستی که بر ما مطرح است، او دوست ما را که شخصیتش قابل قبول است سر ما، در روز مشکلات سر از او صدا میکنیم ای جان برادر بیا که مشکل دارم، بیا همراه ما همکاری کن تا که مشکل ما حل شود. پس این حرف ها و این مثال ها واضح ساخت هر آن انسانی که، هر آن شخصی که میخواهد از شخصیتش در جامعه مطرح و بهتر شود، در وقت مشکلات دیگرا همراه دیگرا کمک و زحمت بکشد. در اینجاست که شخصیتش مثبت و بهتر شده می. خب دوستای عزیز، این حرف هم خب به عنوان آخرین بحث در بحث شخصیت سازی ما، موضوعی که شخصیت ما خوب است اما محیط چگونه تاثیر میگذاره؟ محیط در مقابل شخصیت ما چی میگه؟ من یک بحث کوتاه میکنم. تاثیر محیطی اول خانه است. خانه هم تاثیر مثبت داره، بالای شخصیت ما هم تاثیر میده. اگر در خانه قاعده قانون و مسئولیت پذیری بود، شخصیت ما بهتر است. اگر در خانه گدودی بود، سلاته جور شده بوده، هیچ کس وظیفه و اعمالش مشخص نبود، اینجاست که تاثیر منفی بالای شخصیت ما میگذاره. اولین تاثیر بالای تاثیر خانه است. دوم کوچه و بازار است. بعضی اوقات طفلکای ما وقت که بیادبی میکنه یا طفلای دیگه، باز میگیم این کوچه، این بچه بازاری است. کلمه بسیار بد است نه؟ چون تاثیر منفی بازار بالای از او گذاشته شد، در حالی که در بازار کس دیگه نیست، خود ما هستیم. در بازار بهتر است که اعمال خود را مطرح بکنیم. پس ببینین دوستا که بازار، خاکوچه و محل زیست ما بالای شخصیت ما تاثیر مستقیم. اگر در خانه من حرف خوب زدم، در بازار حرف خوب زدم، پس اینجاست که شخصیت ما بهتر است. در کوچه ای که مردم خوب زندگی میکرد، من هم یک دو کلمه یاد گرفت سلام دادم، نفر سوم هر دوی ما را با
با شخصیت میده و چقدر تاثیر مستقیمی. دیگه هم محل تحصیل است. در یک جای خوب اگر تحصیل درجه بالاتر هست، اگر در یک جای نامناسب تحصیل کردی و دستم تنبلا زیاد بود، بالای خودت هم تاثیر گذاری داره، رقابتت ضعیفتر میشه، با کس رقیب نمی باشی، اما با کس که رقیب باشی معلوم دار شخصیت و علمیتت بالا می. تاثیر گذاری دیگه محل کار است. اگر در گروگانه که خدمت هدفش بود برای مردم کار کردی، بالای شخصیت خودت هم تاثیر داره. اگر در گروگان کار کردی که دو فریبکاری زیاد بود، چال و چالبازی زیاد بود و هدفش سوء استفاده از مردم بود، در اونجاست که شخصیت خودت هم پایین میره. پشتکار هست. در هر کاری که در جامعه انجام میدادی پشتکار دادی، بالای شخصیت تاثیر می. و بس دیگه که همتون این باخته کتا کتا گفتم که وقت کم است. بس دیگه که در شخصیت سازی مهم است. بعضی اوقات ما میفهمیم که خدا ناخواسته در شخصیت موجود داره و یا هم از لا بلای صحبت ها پیدا کرده که این نکات ضعف در شخصیت موجود داره، هیچ تو تغییر بده. تغییرات شخصیت بسیار ساده و آسان است، اما به طریقی مناسب. اگر طریقش مناسب بود بسیار راحت است. من کوشش میکنم طریقاش رو شما ذکر بکنم. حال کوش که یک لیست از صفات مثبت تهیه کو و یک لیست از صفات بدت. اینه نگوید مجتوب فهم که کدام اعمالم صفتهایم خوب است کدامش بد. بزرگترین استاده که خداوند در وجود انسان خلق کرده وجدانش است. دوست هم دزدی میکنه بار کنه وجدانش بهش میگه کارت غلط است، اما او را به زبان نمیاره، اما او را ادامه میتن. پس دوستای عزیز این حرف بسیار جدی مد نظر بگیریم. اگر میخواین در شخصیتتان تغییرات ایجاد کنین تان بیایه، لازم چی است که اعمال خوب و اعمال بد تمامشانه، که اعمال صفات های خوب و صفات های بد است در این کار چی کنیم. موارد مهم را اولویت بندی کن. خوب که از خوب است خود یک تبتم که بگو آفرین بچه چی قیل صفات خوب داری، میم سر بدش که هدف ما سر بد است که مثبت شونه، او را اولویت بندی کن. کدامش مهمتر است و کدامش کم مهمتر است، کدامش بیشتر مهمتر است. وقتی که او را درجه بندی و اولویت بندی کردی، بعد از او باید چی بکنیم؟ صفت هایی که بد هست به تغییرات شروع کن. اول رای وزیش پیدا. چی چیز در این میتونه تغییرات ایجاد کنه؟ چی چیز میتونه که در این یا کدام کار را که من انجام بتام این را تغییر بده؟ پس چقدر خوب است؟ که ما او کار را بکنیم که به صفتهای مثبت ما افزایش بده. تا که برای یک صفت بد ما رای مناسب پیدا نکردیم او مثبت شده نمیتونه. رای مناسب صفت بد تو اولویت بندی کردی، نوشته کردی، ترتیب شد. خب این کار منفیست، این را من چه قسم اصلاح کنم؟ ایواز کدوم کار بکنم که بهتر شود برش پیدا کردیم. بعد زو با فعالیت شروع تمرین کو یک هفته، یک ماه، یک سال. تا یک سال مگر یک عمل منفی تا مثبت ساختی خودت انسان شخصیت خوبی هستی. پس تغییر ایجاد. پس چی بهتر است نی؟ تغییر آدش ایجاد بود. ما میشیم بهتر و بهتر. پس وقتی که میخواین تغییرات ایجاد کنین در شخصیتان بسیار مهم است که اول صفات خوبت نوشته که صفات بد. صفات خوب که نوشته که یک رستوران برو، یک نانک خود ناز و نوازش بده، خود را بهتر بساز و یک ذهنیت خوب برای خود تعیین بکو، اینجا میشه خود یک تقدیر کردی، انرژی مثبت دار. بیا سر اعمال منفی. اعمال منفی رو چی میکنی؟ اول او را اولویت بندی میکنی، کدامش مهمتر از زیادتر مرا ضربه میزنه، اولی را باید تغییر بده. درجه بندی کردی صفات بد را، از اول شروع کو
کاری وزیر داره مخابرش پیدا بکن که اینی صفت بد من. با کدام عمل من تغییر بتم تا کی صفت بد تبدیل به مثبت شود؟ وقتی که رای وزیش یافتیم با فعالیت شروع کن. تمرین کرده برو او را عادتت بگردان، یاداشت کردید بگیور همش در جیبت نگاه کن. وقتی که با همون کاری که روبرو شدی که اونجا عمل بد قبلیت روبرو میشد، میخوای او را با عمل نیکت روبرو کنی، این کار کرده. دفعه یک ماه یک سال میتونی که عادت منفی را از خود دور بکنی. و استاد فعالیت کو در ظرف 5 سال که تو خودت بهترین آدم شوی، متوقعی زندگیت بهترین زندگی است. زودتر میتونی، در یک ماه هم میتونی اگه زحمت زیادتر بکشی، اما بیخی که خدا نخواسته تنبلم باشی، در 5 سال بهترین شخصیت برای خود داری و اعمال منفی تو تمام شه از و عوض شمال نکن. وای تو نکنید که این عمل منفی دیگه ایرم انجام نمیتون، او ضرورت میشه دیگر روز روی وزیش پیدا. اگر مستقیم عمل بد از بین بردی نمیتونی، روز دیگه با سر دوچار میشی. روی وزی بش پیدا کو که هم بندش به وجود نبیه و هم دیگر رو ضرورت به کار منفیت نشه. چون روی وزی داری، از این رو نمیری از او را میری، پس این بهتر است. هموطنان عزیز خسته نباشین، هموطنان عزیز داخل افغانستان، هموطنان عزیز داخل امریکا، هموطنان عزیز داخل اروپا، نشرات تلویزیون بهار و تلویزیون سهیل در قاره های متفاوت و مختلف فعالیت داره. ما خوشبخت هستیم که همکار هستیم با تلویزیون جهانی. شما میتونید از طریق جادو تیوی، از طریق فیسبوک، از طریق و خود نامش حال نزدیک فراموشم شده بود یوتیوب، راحت میتونین برنامه ما را مشاهده بکنید. نشرات در بعض اپلیکیشن های هستن که من خودم روز پیدا کردم، از پلی استور پیدا کردم، میتونین. یک اپلیکیشن است به نام تلویزیون های آنلاین افغانستان. هر لحظه بخواین نشرات تلویزیون سهیل و بهار تیوی را راحت در اونجا ببینید. اگر نه فیسبوک و یوتیوب و یاد اختیارتان هست، از هر راهی که بر شما بهتر است نشرات این تلویزیون ها را دیده میتونید. وقتی که شما بیننده هستین، امی بیننده بودن شما، امی محبت های شما ما را وادار میسازه با تمام همکاران که ما بهترین برنامه را بر شما بسازیم. افتخار جامعه اعمال افراد هست، اما اعمال نیک شما انجام میتین ما بارش افتخار میکنیم و ما وادار میشیم بهترین ها را برای شما برای اعضای فامیلتان تقدیم بکنیم. سوهل جان یک صدا بالای دارم که تا وقتی یک آهنگ اگر داری آماده کو، اگر نه یک موضوع را آخر میکنم، بعض برنامه را ختم میکنم. موضوع ختم برنامه ای از دوستا که به هفته بعدی سوالات داشته باران، چیزی که در خدمت شما هستیم، بعضی که به هفته آینده ما داریم، خود زندگی هست. روزها قبل خواندیم اعتماد به نفس سازی شد، بیایم این شخصیت سازی را در زندگی عملی بسازیم. هفته بعدی برنامه پنجمی ما بخیر بالای زندگی هست. شماره واتساپ در اختیارتان، برنامه لایو از در اختیارتان، زنگ زده میتونید، راحت پیش برده میتونید. اگر کدام سوال دارین تلفن در اختیار، اگر نه برنامه را به اتمام برسانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه دوستای عزیز، آنهایی که داخل افغانستان یا خارج افغانستان است. محبت مهم است، نه فاصله. در هر جای هستین در قلب ما هستین. بدرود دیگر، بدرود، خدا نگهدار.